فصل 26. اگر شرایط طور دیگه ای بود برای خودم هم خیلی عجیب می شد، چرا که من لویزا کلارک، دختری که به ندرت تا سن 26 سالگی بیشتر از مسیرهای اتوبوسی تو شهر نرفته، اما حالا در ظرف مدت کمتر از 3 هفته سومین بار به کشور دیگه سفر میکنه. به هر حال من یه چمدون وسایل ضروری آماده کردم. درست مثل خدمه پرواز تنها چیزایی رو که خیلی لازم داشتم برداشتم. ترینا دوروبرم میچرخید و هر چیزی رو که فکر میکرد نیازم میشه توی کیف میذاشت. بعد با هم به پایین پله ها رفتیم. نیمه راه ایستادیم. مامان بابا توی اتاق نشیمن بودند. کنار هم درست جایی وایساده بودند که معمولاً وقتی ما از یک مهمانی شبانه دیر میاییم. مامان به چمدونای من نگاه کرد و گفت چه خبره؟ ترینا جلوی من ایستاد. گفت لویزا داره به سوئیس میره. همین حالا هم باید بره. امروز هم همین یه پرواز باقی مونده. ما داشتیم میرفتیم که مامان جلو اومد. گفت نه. دهنش طور خاصی بود. دست به سینه وایساده بود. گفت واقعا نمیخوام تو درگیر این ماجرا بشی. اگه همون چیزیه که من به اون فکر میکنم پس نرو. ترینا شروع کرد. به پشت سر من نگاه میکرد. گفت اما. مامان گفت نه. صداش استحکام و جدیت خاصی داشت. گفت هیچ اما اگری هم نیست. من در موردش فکر کردم. در مورد همه چیزایی که به ما گفتی اشتباهه. از نظر اخلاقی اشتباهه. حالا اگه دوباره خودتو درگیر این ماجرا کنی و به مردی کمک کنی که میخواد خودش رو بکشه، اینطوری از هر درد سری سر در میاری. بابا گفت مادرت درست میگه. مامان گفت خبرش رو تو اخبار شنیدیم. این تمام زندگی تو تحت تاثیر قرار میده لو. مصاحبه دانشگاه، همه چیز. اگر تو سابقه جنایی داشته باشی هرگز مدرک دانشگاهی یا شغل خوب یا هیچ چیز دیگه به دست نمیاری. ترینا حرفش را قطع کرد. گفت ولی ویل از اون خواسته بره. اون که نمیتونه به ویل بی‌اعتنایی کنه. مامان گفت بله بله میتونه. اون 6 ماه از عمرش رو به این خانواده اختصاص داده. با این وضعیت هم خیلی چیزا نصیبش شده. فایده که خانواده برای ما داشتیم بود که مردم به در خونه ما میکوبند و همه فکر میکنن ما کلا برداریم. یا نه، اون بالاخره شانس درست کردن زندگیش رو پیدا کرد. ولی حالا هم اونا میخوان که به اونجای خوفناک توی سوئیس برن و خودشو درگیر چیزایی کنه که خدا میدونه چیه. خب من میگم نه نه لویزا. ترینا گفت اما اون باید بره. مامان گفت نه مجبور نیست، به اندازه کافی زحمت کشیده. خودش دیشب گفت اون هر کاری که میتونست کرد. مامان سرشو تکون داد و گفت ترینرها هر گندی که میخوان به زندگیشون بزنن، هر کاری که میخوان با پسرشون بکنن بکنن، به ما ربطی نداره. من نمیخوام لویزا درگیر ماجرا بشه. نمیخوام تمام زندگیشون نابود کنه. گفتم فکر کنم خودم بتونم تصمیم بگیرم. مامان گفت فکر نکنم بتونی. اون فقط یه دوست لویزا. اون یه مرد جوان با تمام زندگی پیش روشه که به خودش مربوطه. تو نباید وارد ماجرا بشی. من تعجب میکنم که تو حتی به اون فکر کردی. صدای مامان حالا دیگه لبه تیز و بارنده ای داشت. گفت من تو رو بزرگ نکردم که بری و زندگی کسی رو بگیری. آیا تو زندگی بابا بزرگت رو تموم میکنی؟ فکر میکنی ما باید اونو هم به دیگنیتاس بفرستیم؟ گفتم بابا بزرگ فرق میکنه. گفت نه هیچ فرقی نداره. اونم کاری که قبلا میتونسته کرده اما حالا نمیتونه. اما زندگیش که ارزشمنده، همونطوری که زندگی ویل ارزشمنده. گفتم مامان این که تصمیم من نیست، تصمیم ویله. همه اینها به خاطر خود ویله. گفت حمایت ویل؟ من تا به حالا چنین مزخرفی رو تو عمرم نشنیده بودم. تو هنوز بچه لویزا، هیچی در زندگیت ندیدی، هیچ کاری نکردی، اصلا نمیدونی این ماجرا چه بلایی سرت میاره. تو رو خدا فکر کن، بعد از اینکه به اون کمک کردی که این کارو بکنه چطوری میتونی شبا بخوابی؟ تو داری به این مردی کمک میکنی که میخواد خودشو بکشه. میفهمی داری چی کار میکنی؟ تو داری به ویل، اون مرد نازنین و باهوش، کمک میکنی که بمیره. گفتم
من شب خوابم میبره چون به ویل اعتماد دارم که میدونه چی براش خوبه و به این خاطر خوابم میبره که بدترین چیزی که داره دست میده اینه که حتی نمیتونه یه تصمیم توی زندگیش بگیره، اینکه نمیتونه یه کار کوچیک تو زندگیش برای خودش انجام بده. بعد به والدینم نگاه کردم، سعی کردم اونها رو متقاعد کنم. گفتم من بچه نیستم، من عاشقشم، نباید اونو تنها میذاشتم، نمیتونم تحمل کنم که اونجا نباشم و ندونم که اون داره چی کار میکنه. آب دهنم رو قورت دادم. گفتم بنابراین بله، من دارم میرم، نیازی ندارم که شما مراقب من باشید یا منو درک کنید، خودم باهاش کنار میام، اما به هر حال هر چه میخواید بگید، من به سوئیس میرم. راه روی کوچک خونه ما ساکت شد. مامان طوری به من نگاه میکرد که انگار نمیدونست که من کی هستم. یه قدم بهش نزدیک تر شدم، سعی کردم اون رو متقاعد کنم، اما همین که بهش نزدیک شدم اون یک قدم به عقب برداشت. گفتم مامان من به اون مدیونم، من به اون مدیونم، باید برم. فکر میکنی کی منو ترغیب کرد که به دانشگاه برم؟ فکر میکنی کی به من گفت که باید از خودم شخصیتی بسازم، به جاهای مختلف سفر کنم، تو ذهنم رویا داشته باشم؟ کی نگاه منو در مورد این چیزا عوض کرد؟ حتی در مورد خودم همه اینها رو ویل کرد. من توی 6 ماه گذشته کارهای بیشتری کردم، بیشتر از 27 سال زندگی قبلیم زندگی کردم. پس حالا اگر اون از من میخواد که به سوئیس برم، آره میرم، من میرم، حالا هر چی که میخواد بشه. سکوتی کوتاه برقرار شد. بابا یواشکی گفت شبیه عملیلی شده. همه ایستاده بودیم و به هم نگاه میکردیم. بابا و ترینا به هم زل زده بودند، انگار هر کدوم منتظر بودن که یکی دیگه چیزی بگه. بابا گفت سویچ ماشین رو بردار، از در پشتی برید، اینطوری شاید زودتر برسید. به سرعت وسایل رو جمع کردم و توی ماشین گذاشتم. ترینا پشت فرمون نشست و به حرکت افتاد. توی ترافیک می رفتیم. تا مدت ها نمی تونستم به اون نگاه کنم. دستم رو توی کیفم کرده بودم، تلاش میکردم ببینم چیزی رو فراموش کردم یا نه. هنوز صدای خانم ترینر رو پشت خط تلفن توی گوشام میشنیدم که میگفت لویزا خواهش میکنم میای؟ میدونم با هم اختلاف داشتیم، ولی خواهش میکنم، خیلی حیاتیه که حالا بیای. ترینا گفت لعنتی، تا حالا مامان اینجوری ندیده بودم. توی کیفم گذرنامه، کیف پول و اینا رو برداشتم. گفتم کلید خونه، کلید در برای چی؟ من که دیگه خونه ای نداشتم. ترینا دوباره کجکی به من نگاه کرد. گفت منظورم اینه که الان عصبانی مامان، یعنی شوکه شده، میدونی که آخرش حالش خوب میشه؟ مگه نه؟ وقتی من به خونه اومدم و بهش گفتم که بار دارم، فکر کردم که دیگه هیچ وقت با من حرف نمیزنه، اما این خیلی طول نکشید، شاید 2 روزم بیشتر نشد، اما دوباره حالش خوب شد. میتونستم بشنوم که داره کنار من وراجی میکنه، اما به اون توجهی نمیکردم. نمیتونستم روی چیزی تمرکز کنم، انگار سلولهای عصبی به آخر عمرشون رسیده بودند، انگار با هم درگیر بودند. داشتم به دیدن ویل میرفتم. هر اتفاقی که می افتاد دیگه کارم رو کرده بودم. حس می کردم که کیلومترهایی که بین ما هستند دارن کم 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 می شن. انگار که در دو طرف یه تناب کشی نامرئی بودیم. گفتم ترینا؟ گفت بله. آب دهنم رو قورت دادم. گفتم لطفاً نذاریم پرواز رو از دست بدم. خواهرم یه اراده راسخی داشت. ما از صف ماشین خارج شدیم، سرعت رو زیاد کرد و از داخل خط ماشین رو خارج شد، گازش رو گرفت و رادیو رو روشن کرد تا وضعیت ترافیک رو بشنوه. نهایتاً فرودگاه جلوی ما ظاهر شد، ماشین رو پارک کرد و صدای جیغ ماشین بلند شد. من نصفه از ماشین پیاده شده بودم که صداش رو شنیدم. هی لو!
برگشتم و چند قدمی به سمتش رفتم. گفتم متاسفم. منو بغل کرد خیلی محکم. گفت دارید کار درستی انجام میدی. نزدیک بود گریش بگیره. گفت حالا فوری گولتو گم کن. حالا که من 6 تا نمره منفی تو گواهینامم گرفتم، اگر از هواپیما جا بمونی دیگه باید حرف نمیزنم. به عقب نگاه نکردم. تمام مسیر رو تا بخش پرواز سوئیس دویدم. 3 بار تلاش کردم تا اسمم رو درست بگم و بلیتم رو بگیرم.